بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردان نهایت عزیز و بینندگان گرامی، امید که صحت و سلامت بوده باشید. امروز هم یک درس جدید دیگری را در فیزیک ما و شما تحت مطالعه قرار می دهیم. درس امروزی ما و شما مربوط دوره ثانوی مرکز تعلیمی اندخوی می باشد، صنف دهم هست یا مربوط صنف دهم، مضمون فیزیک هست. عنوان درس امروزی ما و شما فرمول عمومی عدسی های مقعر است. امروز فرمول عمومی عدسی های مقعر با هم شروع میکنیم. فرمول عمومی عدسی های مقعر، فرمول عدسی های مقعر مشابه به فرمول آینه مؤدب میباشد. قسمی که در آینه های مؤدب شما خواندین، در آینه های مؤدب فرمول هایی را که حاصل کرده بودیم از امو فرمول ها مانند اون امو قسم فرمول ها وجود داره، در عدسه های مقعر هم بکار برده میشه. فرمولش مانند از او عدسه آینه مؤدب هست. فرمول عدسه مقعر هر دویشان با هم چی هستن؟ مشابه هستن. و در اینجا این امی فرمول که میبینین، امی فرمول عمومی عدسه های مقعر است که آینه های مؤدب هم شده میتانه. خب فرمول آینه مؤدب و فرمول عدسه مقعر هر دویشان مشابه هستن. منفی یک بر اف مساوی یک بر فی جمع یک بر فی زبر. خب این فی زبر هست. این علامه منفی در اینجا وجود داره. در عدسه های مؤدب قسم نبود. در عدسه های مؤدب همین علامه منفی نداشت، بدون مثبت بود. اینمی یک بر اف مثبت بود، اما در اینجا چی هستن؟ منفی هستن. از ثبوت همین فرمول ما صرف نظر کردیم به خاطر که وقت ما و شما کم هست. خب در اینجا در شکل میبینیم که اینمی فاصله ها، کدام فاصله ها را برای ما و شما نشان میده. اف چی هست؟ پی چی هست؟ پی زبر چی هست؟ اونا را برتان روی تخته و روی اینمی شکل، از روی شکل هم برتان نشان میدم. در اینجا شمع میبینین، شمع اینمی جسم هست، جسم ای بی یا شمع ای بی در اینجا قرار داره و در مقابل عدسه مقعر است. عدسه مقعر میفهم، عدسه مقعر و نمو عدسه را گویند که وسط آن نازک و کناره های آن زخیم باشد، به نام عدسه مقعر نامیده میشه. این نمی عدسه، عدسه چی است؟ عدسه مقعر است. یا استوی کروی آن یکی دیگر خود را قطع نکند، اونمو عدسه را به نام عدسه چی یاد میکنن؟ عدسه مقعر یاد میکنن. این نمی عدسه، عدسه چی هستن؟ مقعر هستن. در مقابل این نمی عدسه مقعر یک جسم قرار دادیم که این شمع ای بی را تصویر ای زبر بی زبر در اینجا چی شد؟ تشکیل شد. از جسم ای بی تصویر ای زبر بی زبر سر راسته مجازی کوچک از اصل جسم، یعنی در عقب جسم چه شد؟ تشکیل شد. همیشه همین قسم می باشه. از جسم حقیقی همیشه تصویر مجازی کوچک از اصل جسم بین میراق و مرکز نوری عدسیه چه میشه؟ تشکیل میشه. هر قدر دور ببرم، اگر جسم در لای تنهایی قرار داشته باشه، تصویرشان در محراق مجازی کوچک از اصل جسم به شکل یک نقطه تشکیل می شود. اما اگر جسم بین محراق و مرکز نوری قرار داشته باشد، تصویرشان بین محراق و مرکز نوری تشکیل میشه. این بین لای تنهایی و مرکز نوری قرار داشته باشد، تصویرش بین محراق و مرکز نوری کوچک از اصل جسم سر راسته مجازی تشکیل میشه. پس در اینجا ما گفاره برتان در درس های قبلی ما زیاد گفتم، علی بالای امی فرمولش بحث میکنیم. در اینجا فاصله جسم تا عدسیه را توسط پی نشان دادن، این پی نشان داده میشه، و فاصله تصویر تا عدسیه را توسط پی زبر نشان دادن، و فاصله محراقی را توسط چی؟ توسط اف نشان داده میشه. این ما برتان این در شکل واضح دیده میشه و نشان دادم. و مرکز نوری را توسط حرف سه نشان دادم، و خود جسم را توسط ای بی و تصویر را توسط ای زبر بی زبر نشان دادم. این واضح دیده میشه. این می چشم هست، همی جسم را عکس همی جسم را یا تصویر این می جسم را در اینجا میبینه. این می چی هست؟ چشم هست. خال بالای رابطهش بیشتر بحث میکنیم. اینا گفا را برتان زیاد گفته بودم. در رابطه پی فاصله جسم تا عدسیه، پی فاصله جسم تا چی هست؟ تا عدسیه است. فی زبر اینه به اینجا هم پی زبر، فی زبر فاصله تصویر تا عدسیه را نشان میده، و اف فاصله میراقی عدسیه هست. ای
فرمول عمومی عدسیه های مقهر بود. حال یک فرمول دیگه هم در عدسیه مقهر وجود دارد. این فرمول چیز فرمول نیوتن در عدسیه مقهر است. در عدسیه معدف هم بود فرمول نیوتن. خواهید را چطور ما با اثبات میرسانیم؟ گرچه را با اثبات نمیرسانیم، نمیرسانیم، ثبوت نمیکنیم به خاطر که وقت کم است. خود شبتان خود فرموله میگم، توسط شکل نشان میتونم بعد از اون مثال کار میکنیم. مرگا فاصله مراقی جسم تا محراق اکس و فاصله تصویر تا محراق اکس زبر باشد، آنگاه فاصله مراقی قرار زیل به دست می آید. این فرمول نیوتن است. توسط همین فرمول ما به دست آورده می تانیم اف مربع مساوی اکس ضرب اکس زبر است. اف در اینجا فاصله مراقی است، اکس فاصله جسم از محراق است، اینه فاصله این جسم هست، این محراق است، بین محراق و جسم را توسط اکس نشان می تن و بین محراق و تصویر را توسط اکس زبر نشان داده می شن و فاصله مراقی را توسط اف خود چه می کنین؟ نشان می تین. اینو می در اینجا ما در شکل هم نشان دادم. باز هم اینه اونم عدسه مقارن طرفین هست که شاها دو شاها وارد عدسه شده از طرف امی جسم و تصویرشان در اینجا بین محراق و مرکز نوری چه شده؟ تشکیل شده. کوچک از اصل جسم سر راسته است، ای زبر وی زبر هست. این دو شاها از تقاطع امتداد یافته شاهات من عکس چه شد؟ تشکیل شد. از امی خاطر علمی تصویر تصویر چه میگن؟ تصویر مجازی یاد میکنن. این خصوصیات تصویر مجازی را قبلا شما خوانده بودین، میفهمید. این هم بود تا فرمول نیوتن در عدسه مقهر. حالا آمدیم یک فرمول دیگه، بزرگ نمایی عدسه مقهر است. بزرگ نمایی عدسه در عدسه معدف هم بزرگ نمایی بود، اما در اینجا هم در عدسه مقهر هم بزرگ نمایی وجود داره. بزرگ نماییش چطور ما به دست آورده میتونیم؟ بزرگ نمایی خود مفهوم بزرگ نمایی چی است؟ مفهوم بزرگ نمایی همی است که برای مقایسه بزرگی یا کوچکی تصویر از بزرگ نمایی چه میشه؟ استفاده میشه. این بزرگ نمایی همی مفهوم برای ما شما ارائه میکنه که تصویر از جسم کرده چقدر بزرگتر و یا چقدر خردتر است، همی را برای ما شما چه میکنه؟ نشان میده. بزرگ نمایی را توسط عرف ام نشان دادن در کتاب دمی کتابش صنف ده و در کتاب های دیگر توسط گاما نشان دادن، در اینجا توسط ام نشان دادن، من توسط ام نشان دادن. ام مساوی ای زبر بر بی زبر، ای زبر وی زبر بر ای بی، یا مساوی اچ زبر بر اچ، یا مساوی پی زبر بر فی، و یا مساوی بر اف جمع اکس زبر بر اف جمع اکس، یا مساوی اف بر اکس، و یا مساوی اکس زبر بر اف است. با هر یکی از اینها اینمی دوتا معلوم باشم، ما بزرگ نمایی عدسه مقهر دریافت کرده میتونیم. ای زبر وی زبر طول جسم هست، طول تصویر هست. ای بی چی هست؟ طول جسم هست. اچ هم طول جسم هست. اچ زبر طول تصویر هست، اچ طول جسم هست. و پی زبر فاصله تصویر تا عدسیه را نشان میده، پی فاصله جسم تا عدسیه را نشان میده، اف خو میفهمیم فاصله مراقی است، اکس زبر چی است؟ فاصله تصویر تا محراق نشان میده، اف بازم چی است؟ فاصله مراقی است، اکس فاصله جسم تا محراق نشان میده. اینا هم اینه در اینجا گفتم توسط هر یکی از اینها ما بزرگ نمایی عدسه مقهر دریافت کرده میتونیم. هر دو تایش اگر معلوم باشد با تقسیم کردن صورتش با مخرجش بزرگ نماییش دریافت کرده میتونیم. هم یکی از فرمول های عدسه مقهر بود. با یک چیز دیگه شاگردای عزیز توجه کنین، معادله عدسه ها یک بر فی جمع یک بر فی زبر مساوی یک بر اف، معادله عمومی عدسه ها است را با توجه به علامت های قبول شده زیر در حل مسائل به کار ببرید. اینه در حل مسائل همیشه اینمی چهار نکته را که ما براتون در اینجا نوشته کردم، اینمی چهار نکته را در وقت محاسبه کردن در نظر بگیرید. یک، محراق عدسه معدب حقیقی و علامت محراق یا اف مصفت است. همیشه عدسه اگر معدب باشه محراقش حقیقی در نظر میگیره و علامتشون هم چی میباشه؟ مثبت میباشه. دو، محراق عدسه مقهر مجازی و علامت اف منفی
است. خاصه برای تصویرهای حقیقی پیزبر مثبت و برای تصویرهای مجازی پیزبر منفی هست. منفی در نظر میگیری نمیشه. چار در محاسبه لازم نیست برای کمیت مجهول از قبل علامت تعیین شود. این امی مفهوم ایرا میکنه که خودش بعد از معاصبه علامهش معلوم میشه، یا مثبت میبره یا منفی میبره. منفی آمد و را مجازی میگین، اگر مثبت باشه و را چی حقیقی میگین. این هم یا چیزهای نکات مهم در وقت معاصبه کردن فرمولهای عدسیه ها است که همین نکات حتما و حتما در نظر بگیرین در وقت معاصبه کردن. آل آمدیم شاگردای عزیز، از امو فرمول هایی که فیشتر ما شما خواندیم از امو فرمول ها مثال کار میکنیم. یعنی فرمول عمومی عدسه مقعر بود، فرمول نیوتن بود و همچنان فرمول یا بزرگ نمایی عدسه مقعر است، از اونا ما مثال کار میکنیم. مثال اول، یک مثال جسمی به طول 4 سانتی متر در فاصله 18 سانتی متر در مقابل یک عدسه مقعر که فاصله میراقی آن 6 سانتی متر است قرار دارد. فاصله تصویر، نوعیت تصویر و طول تصویر را دریافت کنید. امیرا ما روی تخته دریافت میکنیم. خواهر شاگردان عزیز، چیزی که معلوم است اونا را نشانی میکنم. طول جسم، گفته طول جسم 4 سانتی متر، یعنی با اچ نشان داده بودیم 4 سانتی متر. در فاصله توسط پی نشان داده بودیم 18 سانتی متر. در مقابل عدسه مقعر که فاصله میراقیش گفته F مساوی به 6 سانتی متر. از ما چرا خواسته؟ فاصله تصویر خواسته. پی زبر نامعلوم هست و نوعیت تصویر و همچنان طول تصویر H زبر نامعلوم است. H زبر و نوعیتش از روی فاصله تصویر ما گفته میتونیم که نوعیتش یعنی مجازی بودن یا حقیقی بودنش ما تعیین کنیم. اونمو جست نوعیت تصویر میشه، بزرگ بودن، کوچک بودن، اونمو نوعیت تصویر در اینجا فهمیده میشه. خب حال توسط فرمول فی زبر و H زبر را دریافت میکنیم. معادل عمومیش نوشته میکنیم یک بر فی جمع یک بر فی زبر مساوی با یک بر منفی یک بر F، منفی یک بر F است. این معادله عمومی عدسی های چی هستن؟ عدسی های مقهر هستن. آل قیمت هایش را در جایش وضع میکنیم و فاصله تصویر را دریافت میکنیم. قیمت یک بر فی، قیمت فی چند است؟ 18 سانتی متر است. جمع یک بر فی زبر مساوی منفی یک بر فی اف چند است؟ 6 است. 6 سانتی متر. سانتی مترش در آخر میمونیم. حال معلوم مجهول میکنیم. یک بر فی زبر مساوی با منفی یک بر 6. ایرا هم دی طرف تیر کنیم، منفی میشه، مثبت بود هیچ میشه، منفی میشه. یک بر 18. پس یک بر فی زبر مساوی با آل مخرج مشترک میگیریم. بر 18 و 6 پورا قابل تقسیم باشه، اونم عدد در نظر میگیم. عدد عبارت از اینمی 18 است، هم بالای 18 پورا قابل تقسیم است، هم بالای 6 پورا قابل تقسیم است. 18 را مخرج مشترک گرفتم. 18 سانتی متر. 18 بالای 6 چند هست؟ 3 مرتبه. 18 را تقسیم 6 کنیم، 3 مرتبه میرسه. 1 ضرب 3 3 منفی 18 بالای 18 1 مرتبه، 1 ضرب 1 1 است. سانتی متراش با سانتی متر خلاص میشه. یک بر فی زبر مساوی منفی 4 بر 18 سانتی متر. اختصار میکنیم امیرا، اختصار کنیم. 1 2 2 4 9 2 18. خائر معکوس میکنیم. فی زبر مساوی با منفی 9 بر 4. خانورا تقسیم 4 کنیم. 9 بر 2 هست. اینه نور تقسیم 2 کنیم، منفی 4.5 سانتی متر میبره. اینجا سانتی متر است. اینه فی زبر را دریافت کردیم. فی زبر منفی 4.5
5 سانتی متر برآمد. اول نوعیت تصویر گفته میتونم که از روی امین منفی برآمد، پی زبر منفی برآمد. خا از روی امین گفته میتونم که تصویر چی از کوچک از اصل جسم مجازی و سر راست است. اینا در اینجا نشته میکنیم نوعیت تصویر چی از نوعیت تصویر مجازی کوچک از کوچک از اصل جسم است. خا مجازی سرراسته کوچک از اصل جسم، این نوعیتش بود. حالا اچ زبر را دریافت میکنیم. برای دریافت اچ زبر ما فرمول داریم، خا پی زبر بر پی از عدد استفاده میکنیم. پی زبر پی مساوی اچ زبر بر اچ، چون پی زبر هم معلوم هست، یعنی دریافت کردیم، پی هم معلوم هست و اچ را هم داده، ما اچ زبر را دریافت کرده میتونیم. قیمت خویش را در جایش وضع میکنیم. پی زبر چند هست؟ منفی 4.5. خب پی چند هست؟ 18 هست. 18 خب مساوی به اچ زبر نامعلوم. اچ چند هست؟ هچ 4 سانتی متر هست، یعنی 4 هست. حالی طرفین وسطین میکنیم، پس اچ زبر مساوی به اجده را خود شد اینجا نشته میکنیم. زبر ضرب اجده میشه، منفی 4.5 ضرب چی میشه؟ 4 میشه. این را 4 کنیم، یه هم چند میباره؟ اجده میشه. اجده در اینجا چه شد؟ اجده اینا را تقسیم میکنیم، عددشون در اینجا سانتی متر مربع است، یه همچه از سانتی متر هست، مربعش با سانتی متر خلاص میشه. اجده را تقسیم اجده کنیم، چند میشه؟ 1 میشه. پس اچ زبر یا اچ زبر ما شما 1 سانتی متر برآمد، یعنی طول تصویر 1 سانتی متر برآمد و طول فاصله تصویر از عدسه منفی 4.5 سانتی متر برآمد و طول جسم طول تصویر 1 سانتی متر برآمد. اینا میرا دریافتیم. یک مثال از عدسه مقعر بود، از معادله عدسه مقعر استفاده کرده ما یک مثال کار کردیم. شاگردان عزیز، در اینجا ما درس ما و شما در اینجا به پایان میرسد. کارخانگی که دارین، کارخانگی شما اینمی 30 سوال هست، همین 30 سوال حل کرده به آدرس های داده شده ارسال کنید. ما یک دفعه از رویش میخوانیم، سوال اول دوم سیوم را. سوال اول: جسمی با فاصله 8 سانتی متر در مقابل عدسه مقعر که فاصله محراقی آن 6 سانتی متر است قرار دارد، موقعیت تصویر بزرگ نمایی را دریابید. سوال دوم: اگر تصویر مجازی در فاصله 15 سانتی متر از عدسه مقعر با فاصله محراقی 20 سانتی متر قرار داشته باشد، فاصله جسم را از عدسه دریافت نمایید. این سوال دومتان است. سوال سوم شما: اهمیت بزرگ نمایی در عدسه های مقعر چگونه هست، بیان نمایید. این بزرگ نماییش چه قسم دریافت نمیشه، چگونه هست؟ خواهمی را شما تشریح میکنین، واضح بیان میکنین. این سوال سومتان هست. خواه اینمی هم کارخانگی شما است. در اینجا درس خدا با پایان میرسانیم. خداوند یار و مددگارتان باد. شاد و موفق باشید.